بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای نهایت عزیز و گرامی، بعد از آمدن طالبا که بالاتر از 3 سال می گذره، تعداد زیاد از هموطنان ما بنابر عوامل گوناگون سیاسی و تهدیدات و به خاطر زنده ماندن و به خاطر ازی که نجات یافتن از مرگ‌های حتمی و فرامین پیاپی که هر انسان با وجدان عذاب میتو تکلیف و نارام میسازه، هنا دست بر مهاجرت زدن و کشورهای مختلف بخصوص بیشترین مهاجرین ما به ایران و پاکستان رفته، که متاسفانه در این اواخر که ما میبینیم، خب پاکستان تقریبا بالاتر از 1 سال است که بر اخراج اجباری مهاجرین افغان روی پلان ها و توطئه هایی که پاکستان و استخبارات پاکستان و کشورهای غربی دارن تا اوجا زیر چتر اخراج مهاجرین تعدادی از پاکستانی ها و داعش و القاعده و بر تطبیق ناهمنی در صفحات شمال افغانستان، خلاصه در سر تا سر افغانستان بگوییم زیر نام اخراج مهاجرین افراد خود هم جا به جا بکنند که کردن، و تعداد زیاد از پاکستانی ها هم به افغانستان به نام مهاجر دوباره بازگشت داده شد. خب ای خو ما از پاکستان هیچگاه گله نداشتیم و نداریم، او به این مفهومه که او خب همیشه بر تباهی، بربادی و نابودی ناهمنی افغانستان تلاش داشته، تلاش کرده و از بدن تأسیس به خصوص در طول تقریبا 50 سال این روند ادامه داشته و هر بار جنگ های خانمانسوز از طریق همو پاکستان به داخل افغانستان صورت گرفته که از مردم مظلوم و بیچاره ما به نام های مختلف قربانی گرفته شده، و مردم ما هم که در ابتدا نمی فهمیدن از پاکستان و رهبرای پاکستان که تعداد به نام رهبر جهاد و نمیفهمم رهبر فلان قوم و مذهب که همه جاسوس و اجنت های پاکستان بودن و به دستور آیسای و نظام های پاکستان بر تخریب و ایرانی بربادی و سقوط نظام ها تلاش کردن، مردم ما هم ناخودآگاه در حمایت از هنا قرار داشتن، غافل از این که کشور خود و ایران می سازن، برادران و هموطنان خود به دست خود می کشن و خود تذهیب می سازن و نظام های خود سقوط می دن. آمدن مجاهدین است و باز بعدن آمدن طالب هاست و باز بعد حکومت که توسط غرب طراحی شده بود و هنا و باز بعدن دوباره آمدن طالب با یک پروتکل و یک پیمان که امروز میبینیم که اشاره کردم مردم ما ناگزیر به ترک وطن شده و بیشترین مهاجرین ما به ایران پناهنده شده. من حیث یک کشور دوست، من حیث یک کشور مسلمان، من حیث یک کشور برادر، هم زبان هم فرهنگ، همه افغانان
به ایران رفتند. قابل ذکر است که هر افغان چی به پاکستان و یا چی به ایران مهاجرت کردند، یعنی توسط خود حکومت ها به خصوص ایران، اونای آشه و حباته و یعنی مصارف نداشتن که خود کشور ایران یا دولت ایران و یا مردم ایران برای مهاجرین افغان به ایران سرپناه را یگان داده باشن و یا شو باته و نان و آب داده باشن، که اگر امروز کمبود احساس میشه به ایران یا از آب یا از نان و یا از قیمتی، دیگه این مربوط به مهاجرین افغان نیست، بلکه هر افغان که هوج شخصیت های نهایت برای زنده کشور ما، تعداد زیادی از جنرال های با عزت و با شرف و با وقار ما به ایران پناهنده شدن، از افسران نهایت عالی رتبه و وطن پرست ما، سربازان ما، بریدمن های ما، دکترهای ما، نرسای ما، چی از زن بود و چی از مرد، استادهای پنتون، معلمین، مامورین با عزت ما، همه به خاطر زنده ماندن به ایران پناهنده شدن و شاقترین کارها را موجه، اگر جنرال است، اگر دگروال است، وسایر حراکین بلند پایی دولت بوده، استادها، معلمین، دکترهای ما، نرسهای ما شاقترین کارها را انجام میتن به خاطر از اینکه فامیل خود و خود تغذیه بکنن، کرایه خانه بتن، پیسه آب و برق بتن، پیسه مصارف بتن. یعنی بازم تاکید میکنم شاقترین کارها را انجام میدن که شایسته هیچ کدامشان نیست. اگر مبالغه نشه همی استادها و معلمین و مامورین حالی رتبه ما و دکترها و انجینیرهای ما و جنرال های با عزت ما و دگروال ها و سایر افسران ما و نظامی های ما و سرباز های ما و گل دسته نکرده بودن، ولی از بخاطر زنده ماندن خود و فامیل خود، بر عزت آبروی فامیل خود به ایران رفتن و هوج شاقترین کارها را میکنن، که ولی متاسفانه در این اواخر ما شاهد استیم که دولت ایران تصمیم را اتخاذ کرده بر اخراج مهاجرین که تر خشک میسوزه وجود. درست است یک تعداد است کسایی که گماشته شدن توسط استخبارات ها تا هوجا بره کارهای غیر انسانی و غیر اخلاقی را به ایران هوجا به نام افغان و مهاجرین برا بیندازند، تا با حس بدنامی افغان های با عزت و با شرف و با وقار و با ناموس شوند و هوج امو ذهنیت عامه مردم ایران و دولت ایران در مقابل مهاجرین خدشه‌دار بسازند. ما از دولت ایران گرچه از چندین رسانه هم تقاضا کردیم، یک بار دیگه از دولت ایران تقاضا میکنیم، اگر شما مهاجرین ما را و یا هی افسرا و سربازا و جنرال ها و استاد های پانتون و معلمین و دکترا و انجینیرا و وسایر حراکین بلند پایه ما را، مامورین ما را که تا
تأکید میکنم به خاطر عزت و شرف و وقار خود و فامیل خود به شما پناهنده شدن، از خود میخورن، از خود میپوشن، خودشان کار میکنن و زحمت میکشن. با حنا ترحم داشته باشین و نباید که همه را شما اخراج بکنین. از همو ایران تماس های زیاد همراه مسئولیت میگیره که حتی بیرحمانه اطفالم در یکم زنان بدون محرم در بین مردها در یکم اخراج میشن. طفل میمانه به ایران، پدر مادر میره به افغانستان، یا پدر طفل میره به افغانستان، شوهر میمانه به ایران، خانمش میره به افغانستان اخراج میشه، و یا فامیل میمانه شوهر اخراج میشه. این جفا است. ای شما قبول بکنین دولت مردای ایران، این ظلم است. همه ما و شما فامیل داریم، همه ما و شما عزت داریم. نباید با عزت و آبروی افغانهای با عزت به حساب بیشتر هزی شما تلاش بکنین بر اخراجشان و هنار در دم تیغ به حساب قصاب نیندازین. و جهر شما منحیث یک مسلمان، منحیث یک هم فرهنگ، هم زبان، هم کیس، هم دین و منحیث یک انسان مسئولیت دارید تا بر زنده ماندن انسان و به حساب بر حفظ آبروی ناموس یک مسلمان، یک انسان سعی و تلاش بکنن و تجدید نظر در قبال اخراج مهاجرین داشته باشند. من از ایرانی های با عزت هم از حدبای از او کشور تقاضا دارم تا با بسیار برخورد نیک و رفتار نیک، با جملات نیک از یک مهاجری که بنا به مشکلات ناموسی، بنا به مشکلات ازی که زنده بانه تا طفل خدا و ناموس خدا محافظت بکنه، سرپرستی بکنه و یک لقمنان حق و حلال برش آماده بسازه، اونا را به توهین و تحقیر نگیره و با جملات که شایسته اونا نیست با او جملات یادآور نشه. و از دولت ایران هم تقاضا دارم که یه واقعه بسیار وخیم هم داره، به این مفهومه که باز حقدمندی ها علیه شما بیشتر شده میره. مبادا که باز جوانای ما، افسرای ما و مردم ما با کشیدنشان از ایران و سپردنشان به دست قصاب ها که یعنی طالب ها است که از خدا می خواهد تا افسرا، سرباز های ما و جنرال های ما و دیگر شخصیت های با عزت ما به اوج مهاجر شوند و هنا را به قربانگاه ببرند و در شکنجه و روی توطئه های مختلف هنا را به قتل برسند، که این مسئولیت هم به دوش ما منحیث یک مسلمان، منحیث یک همزبان، منحیث یک انسان به دوش ما قد بود و او جگر بزرگ دمندی های شد. باز مبادا که با رقبای شما، یعنی همو پلان هایی که غرب داره در افغانستان به نام های داعش و به نام القاعده و سایر نهادهایی که فقط تصمیمشان همی است که تا یک جبهه
جنوبی را علیه و روسیه و یک جبهه را علیه شمال ایران نها باز بکنه، باز نشه که خدای نخواسته افغانهای مهاجر ما و افغانهای عقدمند ما با مخالفین شما بپیوندن و خدا نکنه مشکلات در آینده خلق بکنن. آرزو دارم درست است او کسایی که خلاف قوانین شما، خلاف حرف شما و عمل میکنن، یعنی به حساب هوج کارهای ناشایسته میکنن، و اونا را شناسایی و اخراج بکنن، نه تصمیم جمعی در ارتباط با تماما افغانهای با عزت و با شرف ما و یک تعداد جوانهایی که هوج رفتن. و بر از آنا هم توصیه میکنم که به لحاظ خدا اگر مرد می بودی، کاکه می بودی، بدماش می بودی، از وطن فرار نمی کردی، در مقابل طالب ایستادگی می کردی، نه ای که باز میان به ایران، به ترکیه، باز هم اگی تان یک پاچه تان تا یک پاچه تان بالا، بدماشی، لچکی، دیگه کار ندارین که باعث اخراج تعداد زیادی از هموطنان با عزت و با شرف ما میشه. خی اگر چنین بوده و ای کلا میپوشی و پا یک پاچه تا یک پاچه بالا و بدماشی میکنی، از ترس طالب فرار نمیکردی. او جناب اگر بدماش هستی و کاکه هستی و بالای هموطنانت به خارجم تیم میتی اصطلاح یا میانه، همو تیم با امرای طالب بته، برو یک جبهه را یک 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر باز کو، بدماشی را بالای طالب بکو که من مردانگی تا اوجا ببینم. آمدی به ترکیه، آمدی به مو ایران، از ترس از امو طالب باز اوجا که اومدی بدماش میشی و کاکه میشی. برو در وطنت اوجا در مقابل طالبی بدماشی و کاکه گیره بکن، نه در وطن مردم در کشور بیگانه. اگر به اروپا هست، شما هستین که مسائل قومی را دامن میزنین و مسائل، از ترس هم خودت فرار کردی آمدی یا به فرانسه یا به آلمان یا به اودریش و یا به لندن و کشورهای مختلف، از ترس طالب بازیج که آمدی دیگه بدماش شدی و کاکه شدی. تو نیستی کاکه. اگر تو کاکه باشی بر بسیج هموطنانتان، بر همدگر پذیری تان کار بکنه. آیا شناسایی نکردیم که در طول این مدت از چی رنج میبرید و چطور شما را به نام تاجک و به نام هزاره و به نام پشتون و ازبک و ترکمن و نمیفهم و نورستانی و بلوچی و اینهان شما را به جنگ انداخت تا هوج بالایتان حکومت بکنه و چنین حکومت هایی بیاره که ظالم، خونخور، قاتل که طالب آورده بالایتان به خاطر اینمی کمبود و خلاهایتان. ولی امروز هم که باز میرین یا به ایران یا به چرا همی کاکگی را به پاکستان نمی کنی؟ همی بدماشی را اگر تو بدماش هستی، تو بدماشی بکن در پاکستان. نمی تونی، غیرتشم نداری که از امو پاکستان که در گرفتی سوختی و ای 50 سال از که افغانستان سر تابه داغ شیشته و می خوابه و می خوره، از دست امو پاکستان وجه صدای تو کشیده نمی تونی. اگر با چوب میزنید، با سنگ میزنید، هر اون چیزی که میکنید در زندان مندازید، خاموش هستی. باز ترکیه که آمدی، اروپا که آمدی، یا بمو ایران که برای شما آزادی دادن و برین کار که تانه بکنین، چکر تانه بزنین، وقت تانه خوش بگذرانین با ایرانی، با
با همگی مهربان باشین، با هم دگر مهربان باشین، هم دگر پذیر باشین. هر کشوری که میرین قوانینش رعایت بکنین، مطابق با کلتور و کلچر همو کشور خدا راسته بسازین. نه ای که دیگه مو پترونایت نمی فهمون پلنگیست و یک دسمال در گردنت هست و یا پیران تنبان و یک پاچه تا و یک پاچه بالا و یک بیرق یکیت میگیرن، یک بیرق یکی رقم و یکیت میگن ما افغان نیستم، یکیت میگه ما افغانستانی نیستم، یکیت میگه ما چنین هستم. شرم باد بر همگی کسایی که چنین مسائل دامن میزن و با حس بدنامی افغان های با عزت و با غرور و با شرف ما میشه در هر گوشه و کنار. نکنین به لحاظ خدا با عزت و شرف وقار افغان های با عزت ما در بین او ماجرین تان بیترین شخصیت های داریم که اوجه استاد های پانتون است، معلمین است، انجینیر است، دکتر است، نرس است، جنرال هاست، افسران عالی رتبه است، مامورین قلم بدست است، نویسنده ها است، هنرمند های با عزت ما هستند که متاسفانه شما هم اونا را با سرنوشت و حیاتشان بازی میکنند. خلاصه یک بار دیگر از دولت ایران ها روزمند هستم تا در کشیدن مهاجرین از ایران تجدید نظر بکنن و ایره به حساب ای رونده بگذارن تا مردم ما در اوج آرام زندگی داشته باشند و صحت و سلامت و در پناه خداوند باشند.